به تماشا خوش اومدید. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو در این روز تابستونی از شرق لندن اجرا میکنم. در تماشا این هفته علیرضا تقابونی، معمار ایرانی برنده جایزه دورفمن. نمایشگاه مجسمه‌های سزار در پاریس. فیلم امیر ساخته نیما اقلیما. تماشا این هفته به سراغ معمار خلاقی رفته که به طراحی آثار نامتعارف شهرت داره. معماری که احتمالاً معروف‌ترین کارش خونه متحرک شریفی‌ها در منطقه دلروس تهرانه. خونه‌ای که به تناسب شرایط آب و هوایی میتونه تغییر شکل بده. این معمار کسی نیست جز علیرضا تقابونی که در این سال‌ها جوایز متعددی گرفته. از جمله جایزه بزرگ معمار و اخیراً هم برنده جایزه سلطنتی دورفمن شده. تماشا با علیرضا تقابونی در لندن گفتگو کرده. اعتقاد دارم که فضا یک عامل فعاله. فضا میتونه نقش داشته باشه تو زندگی آدم ها. میتونه تأثیرهای متفاوتی داشته باشه. پروژه های عمومی و پروژه های بزرگتر عمومی خب مشخصا تو شهر تأثیر مهمتری میتونن بذارن و قطعا میتونن الهام بخش باشن، به روحیه و روح آدم ها شکل بدن. Such a space is what I wish for our people. A strategy based on economic realities and the spatial and social possibilities. So, as always, for us, future is unknown and hope persists. مرز بین درون و بیرون توی کشور ما مسئله داره، چون که ما زندگی خصوصیمون با زندگی عمومیمون بعض وقتا مجبوره یه تفاوتایی داشته باشه، بعض وقتا میخوایم که یه تفاوتایی داشته باشه. ما یه مرز قطعی داریم بین خونه و بیرون. کلن ما روی این مسئله سعی کردیم کار کنیم. مثلا تو خانه شریفی ها این مرز یک فضای قابل تغییره که باعث میشه هر وقت که بخوان پروژه بتونه به فضای عمومی تسلطش رو داشته باشه، هر وقت هم که نمیخوان انگار خودش رو ببنده و فاصلش رو با حوزه عمومی حفظ کنه. خانه شریفی ها یک ساختمونه که از لحاظ مقطعش از چهار قسمت تشکیل شده. یه قسمت ثابت، یه قسمت وید و یه قسمت متحرک که میچرخه. با چرخش این قسمت وقتی بازه شفافیت به سمت بیرونه، تراس فعال میشه و پروژه جهتش و روش و نگرشش به سمت بیرون میشه. ولی وقتی بسته میشه تمام توجه به اون وید مرکزی میان، یه جور ترجمه ای از اون حیات مرکزی و اون تراس قدیمی. این تضاد و این تناقض فقط توی مسئله زندگی خصوصی عمومی ما نیست، تو فضای عمومیمون هم هست، یا توی یه خانواده هم هست، نسل قبل و بعدش. مثلا توی پروژه دیگه ما دوگانه صفادشت، ما دوتا یک تغییر نسل داریم که این تغییر نسل زندگیش بسیار بسیار متفاوته. یعنی خانواده مذهبی که بچه‌های دارن که الزاماً خیلی مذهبی نیستن و این دوتا زندگی خیلی قابل جمع شدن نیست. چجوری میشه در این که این دوتا بتونن با هم راحت زندگی کنن، در این حال بتونه فضا فعال و با یک ارزش بیشتری باشه؟ اگر توی این وریه که برای خانواده پدریه
یک ساختمونی داریم با یک حیات مرکزی، توی این وریه برعکسه، یک ساختمون باز داریم که یه هسته سخت داره و این گفتگویی که بین این دوتا فضا صورت میگیره و این بسته بودن و انقباضی که این وره و اون گشودگی و باز بودن که اون وره، خودش یه تنشهایی رو توی فضا ایجاد میکنه که به نظر ما میتونسته جالب باشه. در حین این که ما با این چیزها چالش داریم و سعی میکنیم ور بریم باشون، درسایی هم از معماری خودمون میتونیم بگیریم. مثلا توی اون دوگانه سفادش یه جور تبدیل کوشک به یک دوگانه‌ای که سازماندهی فضایش معکوس هم دیگه است و خب همه میدونیم دیگه این دوتا درونگرایی و برونگرایی و هم ما توی ایران قسمت‌های مختلفی داریم. مرکز ایران مرز خیلی قطعیه و فضا همه توی یه حیات مرکزی هن. شمال ایران زندگی بیشتر تو اون تراسه جریان داره که کاملاً با اطرافش در یک ارتباط بلاانقطاع. یعنی این رفرنس های تاریخی هم ما داریم، اینا میتونن به ما کمک کنن تو پروژه شریفی ها. این درونگرایی برونگرایی توامن وجود داره، یعنی پروژه یه جوری دو قطبی و دو شخصیتیه. توی دوگانه صفادش اینا در کنار هم قرار دارن. اولا من ارتباطمو بیشتر حسی و مثلا نحوه ورود نور برای من خیلی جالب بود، چون معماری ایرانی نحوه ورود نورش خیلی جالبه، یا از توی حیات مرکزیه یا از رفلکشن آبه یا مثلا از داخل این روزنهای آجرکاریه. مثلا تو پروژه نظام مهندسی قزوین یا ویلای دوست نور رو سعی کردم به این شکلا بکشم داخل. رفته رفته تایپولوژی برای ما مهم شد، درونگرایی و برونگرایی اینا، و الان که دیگه بحث هندسه و اینکه نحوه شکلگیری متریال چجوری روی فرم نهایی تأثیر میذاره، خب دو تیپ مثلا میتونم بگم داریم ما. پروژه های توی ویلاها بیشتر بر اساس کارگرهای محلی و بر اساس اون حس و تقریبیه که اون کارگر انجام میده، این یک جور زیبایی شناسی و یک جور شکل شناسی برای ما به وجود میاره. پروژه های مثل مساجدمون که خیلی دقیقن، یعنی نوع هندسهشون برعکس روستایی ها خیلی خیلی دقیقه و توسط افراد بسیار ماهری ساخته میشده، اینم یه جور. تو پروژه های مختلف از اینها سعی کردیم استفاده کنیم. مشخصا توی پروژه آخرمون که یک ویلاست، اونجا کاری که انجام دادیم سعی کردیم بین مکعب بودن و بین گنبد بودن وایسیم، یعنی پروژه یه جور دورگه بشه و انگار که یه مکعب چجوری بارهاش رو به وسیله هندسه گنبدی میتونه منتقل کنه به زمین برسونه. شهر صدرا چیه؟ یه شهری خواب شهره اطراف شیراز و میخوان با این پروژه های فرهنگی زندش کنن. ما اونجا فکر کردیم مردم از فضای عمومی چی میخوان؟ خب یه عده دوست دارن بساط کنن و کباب درست کنن و اینها، یه سری هم بچه های آرتیستی هستن که میخوان یه جایی یه ذره مخفی تر که خیلی نظارت ایدئولوژیک یا نظارت اجتماعی به شکل سنتی روشون نباشه. پروژه یه پروژه دفنی هست، چون توی زمین شیب داره، از یه طرف وصل به پارک، پس اون پلازایی که قراره توش کباب درست کنن مردم بالاشه، انگار که ادامه پارکه. یه جای این زیر به وجود میاد که این فضای نیمه بازی برای هنرمندانه و این دوتا به راه‌های مختلفی با همدیگه وصلن، در اینی که هر کدوم جدا هستن، مزاحم هم نیستن، در این حال هم یه جایی مثل گرداب تور داره که پروژه این آدم ها میتونن بیان داخل این خانه هنرمندان یا از این سقف حرکت کنن، از زیرش بیان و خب مسلماً درسایی از معماری شیراز و معماری مرکزی ایران
روی این طاق و قوس‌ها یا شیوه آجر کار کردن با آجر یا هندسه بسیار پیچیده فضاهای عمومی تاثیرگذار بود رو کار ما، و یکی شدن این لایه‌های فضایی، اجتماعی و مفهومی با هم دیگه کاری که ما باید بتونیم انجام بدیم که پروژه هامون در عین حالی که داره به جغرافیا، به فرهنگ پاسخگوه، با امروز جغرافیا و فرهنگ، با این چیزی که الان هست به ارتباط برقرار میکنه، در عین حال هم بتونه ارزش افزوده‌ای برای معماری داشته باشه. یعنی صرفاً خیلی اعتقادی به پروژه‌های صرفاً اجتماعی ندارم، این هم این هم آن بودنش برای ما خیلی مهمه. فکر کنم مهمترین نکته‌ای که همواره ناخودآگاه وقتی به عقب برمیگردم و کارامو نگاه میکنم اینه که چجوری میشه تضادها رو بارور کرد. یعنی این تضادهایی که بعضا خیلی خیلی درداگینه در جامعه ما، مثل تضاد طبقاتی یا مثل تضاد جنسیتی یا تضاد مثلا بین نسلها، چجوری میتونی این رو سوختی کنی، بهانه ای کنی برای ایجاد یک ارزش افزوده؟ این مهمترین مسئلهش بوده. و خب یه چیز دیگه این که شاید من به فضای خونسا خیلی اعتقادی ندارم، به محافظه کار بودن در تولید فضا خیلی اعتقادی ندارم، یعنی دوست دارم کاری که انجام میدم پررنگ و تاثیرگذار باشه. خیلی به سکوت کردن علاقه ندارم. این معماری ما معماریه که سعی میکنه حرفش رو رسا و پر جرأت بگه. سزار بالداچینی، معروف به سزار، مجسمه‌ساز فرانسوی و از چهره‌های مهم مکتب نوورئالیسم. نوورئالیسم یا واقع‌گرایی نو در عرصه هنرهای تجسمی جنبشی بود که در دهه 1960 در فرانسه شکل گرفت، تقریبا همزمان با جنبش پاپ آمریکا. هنرمندای این جنبش در آغاز دوره مصرف‌گرایی با استفاده از اشیای روزمره و حتی دور ریختنی اثر خلق می‌کردند. بهاری که گذشت، مرکز جورج پومپیدوی پاریس نمایشگاه مفصلی از آثار سزار برپا کرده بود. زهرا امیر ابراهیمی به دیدن این نمایشگاه رفت. سزار بالداچینی سال 1921 توی یکی از محله‌های فقیرنشین مارسی به نام لابل دومه به دنیا اومد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای در طول زندگی سزار داره، چون او استطاعت ساختن مجسمه با مصالحی مثل برنز یا سنگ رو نداشت. سزار تو مدرسه هنرهای زیبا آموزش دید، اما با استفاده از مصالح بازیافتی روشی مخصوص به خودش رو ابداع کرد. خلاقیت و توانایی کار کردن با چیزهای در دسترس ویژگی سزاره. این واکنش او بود به زمانش که عصر مصرفگرایی بود. به این ترتیب او شروع به کار با چیزهای دورریز و قراضه میکنه. به باور خود سزار، او خودش رو به منطق مصالح میسپره. همون چیزهایی که از این طرف و اون طرف پیدا میکنه بهش الهام میبخشن. فرم این عناصر بازیافتی فرم اثر هنری رو به هنرمند القا میکنه، گاهی به شکل یک حشره، یک پرنده یا یک مرد بالدار. او خودش رو کاملا رها کرده و در واقع خودش رو به هر چیزی که زندگی به عنوان ماده کار بهش میده میسپره. Thank you.
Il se laisse guider parce qu'il découvre. سزار هدایت کارهای هنریش رو به چیزهایی که پیدا میکنه و در اطرافش وجود دارن میسپره. به عنوان مثال او چند ماه طبقه بالای آتلیه آلبرت جاکومتی زندگی میکرد. در نمایشگاه اثری هست با عنوان مردی که راه میرود که نشون میده چطور سزار مجسمه های بسیار ظریف و باریک جاکومتی رو تو حیات کوچه هیپولیت بندرون میدیده. شخصیتی که خلق میکنه در این حال که از جاکومتی تأثیر گرفته بسیار متفاوته. او خیلی زود امضای خودش رو پای کار میزنه و اثری خلق میکنه که سبکتر و بازیگوشتره. سزار از سفری که به پومپی کرد هم خیلی تأثیر گرفت. از بدنهای بجا مونده از فوران و آتشفشان کوه وزو. بعضی از بدنهایی که سزار خلق میکنه نمایانگر همون سرد شدن ناگهانی گدازه‌های آتشفشانی و یادآور مجسمه‌های باستانی‌اند. سزار این فرصت‌ها رو به خدمت میگیره و اونا رو با استفاده از زبانی که مخصوص به خودشه از آن خود میکنه. هنر مونتاژ در وجود سزار در واقع طبیعی و خدادادیه. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu es séduit quand tu vois passer une femme? C'est une chose purement organique. Je peux pas dire que j'étais tout de suite pris par cette matière parce qu'elle était vivante. Je me suis pas posé tellement de questions. C'est tout à fait comme quand on tombe amoureux. Tout de suite j'étais amoureux, comme j'étais amoureux de la ferraille. Comme je peux être amoureux de la terre, comme je peux être amoureux du papier, du carton, des chiffons. این نمایشگاه میخواد نشون بده که چطور سزار مجموعه های مختلف کارش رو همزمان پیش میبره. حجم هایی که با آهن های جوشکاری شده ساخته شدن. آثاری که با فشرده کردن به دست اومدن. و بعد اینکه چطور اثر انگشت ها رو وارد میکنه. و آثار انبساطیش. در هر کجای نمایشگاه که بیستید میتونید ببینید سزار از کجا شروع کرده، چه کرده و به کجا رسیده. انتخاب ماشین رنو که خودش یکی از مهمترین سمبول‌های جامعه مصرفی بود، یه جور موضع‌گیری از طرف سزار به حساب می‌اومد و جامعه‌ای که سزار در اون زندگی می‌کرد رو به پرسش می‌گرفت. اما در سال 1998 میلادی این خود کمپانی فیات بود که 15 اتومبیل نو در اختیار سزار گذاشت. اونا رو بدون موتور و به شیوهی سبکتر فشرده کرد و تو کابین‌های مخصوص کارخانه فیات رنگ کرد. برای این مجموعه که در واقع آخرین مجموعه او قبل از مرگش محسوب میشه. Vous savez moi je suis un instinctif. Il faut y croire. J'ai les doutes que j'ai en moi, mais il y a des moments où j'ai une certitude. Et quand j'ai une certitude, je suis comme les cons. Je fonce. سزار خیلی به انگشت شست خودش علاقه داشت، به دست‌ها و به طور کلی به تمام اثرات بدن انسان. اولین شست رو به درخواست کلود برنارد خلق کرد که نمایشگاهی با موضوع دست برگزار می‌کرد. آثاری از رودن گرفته تا پیکاسو. سزار به این دعوت پاسخ به زبان معاصر داد و یک شست با استفاده از سمق درست کرد. او در خلق این اثر و این مجموعه هم کماکان به تجربه با مصالح تازه ادامه میده. یک انگشت شست با سمق قرمز درست میکنه و اونو کنار آثار کلاسیک هنرمندان پیشین و هم عصرش نشون میده.
این مجموعه آثار شگفت‌انگیزن. وقتی کوچیکن و چه انگشت نگاری و آشناشون پررنگ میشه و هرچی بزرگتر میشن انتظاری تر میشن. بریم سراغ معرفی یک درام اجتماعی، فیلمی به نام امیر ساخته نیما اقلیما. محمد عبدی با کارگردان فیلم گفتگو کرده. آلودستی، بگو بیاد فردا باشه حرف بزنم. نمیخواد با تصمیم شدی جدی باشه، بخیره که باید باشه حرف بزنم. خودم بهش سنگ بزنم. چی میخواه بهش بگی؟ چه فرقی باسته میکنم؟ من اینم باش کنار اومدی. حالا با خودش، نه با دلش. موضوع فیلم امیر به نوعی لایف استایل به قشری از دهه 60 که با توجه به حجم جمعیتی که داشتن اصولا یه جایی همشون دست کشیدن از آرزوها آمالشون و رفتن به شغل‌های معمولی تری که بتونید زندگی تو بچرخونی. نه راضین و نه دیگه توانایی جنگیدن برای به اصطلاح اینکه تلاش کنن تا به اون تایتل اجتماعی موفقیت برسن. متخصص تصمیمات احمقانه تو شرایط بحرانی. حالا احمقی چیه؟ خونه چیو فروختیم؟ شمال. چند؟ 150 تومن. 20 تومن شمال واسه بعد از سن. 150 تومن خونه رو فروختی واسه 3-4 تومن سفر ترکیه؟ تا 3-4 تومن پول وکیل؟ بازم قطعا هر فیلمسازی یه بخشی از جهان اطرافش رو که دریافت میکنه تبدیل به اثر میکنه. در مورد امیرم همینه، یعنی یه بخشیش واقعا جهان پیرامون خود منه، آدم ها، دوست ها، کسایی که باشون زندگی کردم و این مسیر رو طی کردم رسیدم تا اینجا و همیشه این درگیری با من بوده. دوستایی داشتم که ازدواج کردن و بعد بدون هیچ دلیل منطقی طلاق گرفتن، یا حتی اصلا با دلیل منطقی طلاق گرفتن، بچه داشتن، بچه هاشون رو به اصطلاح رها کردن و رفتن سراغ یه سری آمال آرزویی که حتی الان معلوم نیست که آیا اتفاق میفته یا نه. و همیشه این بیمسئولیتیه توی نسل خود من دیده میشده. بی‌تعارف هم دارم میگم، یعنی یه بخششو حق دارن یه بخششو نمیدونم، نمیتونم خیلی قضاوت بکنم. اصلا بچه نمیخواستم که غزل بچه میخواستم. اون چه فرق میکنه؟ میاد سرمون گرم میشه. نمیدونستم آدم واسه سرگرمیان بچه دار میشن. یار تو بلدی بابا باشی، من بلد نیستم بابا باشم. آقا شما عشق حال برای نفر گو خوردی بابا شد. بده ببردش چه واسهش بهتر هست. در مورد امیر با توجه به این فیلم شخصیت محور بود، خب من این اجازه، یعنی این منطق محافظ رو داشتم که حتی در دکوپاژ هم شخصیت محور عمل بکنم، چون سالها هم بود روی این قضیه به سالا دیسلوکیت کردن کاراکتر را مطالعه میکردم، چه در نقاشی ها چه در عکاسی ها. شما عکس های برسون رو ببینید، این دیسلوکیت ها وجود داره با توجه به لحظه قطعی که قرار برای مخاطب در عکس ثبت بشه. خب این لحظه قطعی مثلا تو فیلم هم وجود داره، به شرطی که حالا شلخته نباشه، مخاطب یهویی صرفا فرم توی ذوقش نزنه یا فرم تبدیل به یک جست زیبایی شناسی نشه. والله به خدا اینجا نشستم که کسی کاری به کار من نداشته باشه. اگه نه من تلویزیون که نمیبینم. عجب زندگی شده برام. ببین تفاوت بین ما و زن چی علی؟ چی؟ اینکه ما مردیم اونا زنن. میفهمی چی میگم؟ این تو تلویزیونم گفته. خودت فهمیدی؟ ها؟ خدا شاهده خودم شنیدم گفتین بچه روانیه. خواهر خودت روانیه. بچه من خیلی هم سالمه. به جایی که آبروداری کنه. اینا همه اینجا روانیه. قاب‌های عمودی، قاب‌های کمالگران به اصطلاح و قاب‌های افقی، قاب‌های واقع‌گرایانه تری هستند. استفاده از قاب‌های افقی با دیسلوکیت کردن کاراکتر در پایین قاب، حسی از عمودی بودن رو به قاب میده، به قاب افقی. چیزی که در امیر وجود نداره ولی به شکل دیگری وجود داره، به نوعی نقد کمالگرایی هم هست. وقتی که این اتفاق میفته، یعنی ما شاید داریم خیلی میل به بالا داریم، از اون ور می‌بینیم که ما بچه رو از دست میدیم. بدونید و مسائل دیگه، جزئیات دیگه، فضای خارج از قاب مهم میشه توی فیلم. من روانیم. داش خوب کردی رفتی. اینجا بمونی که چی بشه؟ اینجا همش همین. الان من بهونه شدم. قبلا چی؟ به منم فوش داد. فوش ناجور. بابا میگه بذاریمش آسایشگاه. میگم آسایشگاه خوبه، خودت برو. گم شو بیرون.
برخورد مخاطب در سینما ایران تقریبا برخورد صفر و صدی بود، یعنی اینکه یه عده خب فیلمو فوق‌العاده واقعا دوست داشتن و یه عده هم اصلا دوست نداشتن. اما یه نکته هست، من خودم بعد اینکه فیلمو با تماشاگرها نگاه می‌کردم تو جشنواره، اون نسبتی که فکر می‌کردم مثلا خب شاید فیلمو پس بزنن خیلی کم بود. سینما به نظر من خب یه بخشش اینه دیگه، حالا یه خورده به فلسفی تر بخوایم ببینیم، اعتقادم اینه که این بنای سینما همون پرانتز آقای هوسرله که میگه یک نومن رو تبدیل به فنومن میکنه، یعنی یک اتفاق عادی رو با اعلام حضور به اصطلاح خودش به عنوان دوربین تبدیل به یک پدیده میکنه. اگه این اتفاق بیفته و مخاطب حس کنه این پدیده رو، یعنی احساس کنه که حتی اگه یه درخت باشه این درخت رو داره تازه دو مرتبه میبینه، به نظرم کارش انجام داده و اتفاق درسته افتاده. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونید روی وبسایت BBC فارسی هم ببینید. اگه خواستین گزارش‌ها برنامه قبلی رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.